سلام به همگی خوش آمدید به کلاس نقاشی مادران در تی دو هفته گذشته تو زمان داشتی گذشته خودت را ملاقات کنی و امروز و جلسه بعد زمان برای ملاقات وضعیت فعلی تان است اول یک کاغذ و خودکار بردار حالا قرار است نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان روی کاغذ بنویسید آزادانه چیزهایی که فکر می کنی راجی به زمان حالت خوب است رو بنویسید. هرچی بیشتر بهتر. اما اگر چیزی به ذهنتان نمی رسد لازم نیست خودتان مجبور به نوشتن کنید. حداقل سه نقطه قوت و سه نقطه ضعف را اگر بنویسید عالی می شود. شما می توانید هر چیزی راجی به شخصیتتان از جمله عادات بد و بیهوده خودتان بنویسید. بگذارید من برای شما از نقاط ضعف و قوتم بگویم. من در تعریف و تمجید از بقیه افراد و گوش دادن به حرفهایشان و برنامه ریزی دقیق و جزئی خوب هستم و اما نقاط ضعفم من بیش از حد فکر می کنم و شخصیتی عجولی دارم و از عواطف و احساسات بالای برخور دارم. حالا بیایید ویدیو را متوقف کنیم و با خودمان خوب نگاه کنیم و بنویسیم چه نقاط قوت و ضعفی داریم. حالا اگر نوشتن را تمام کردید با بغل دستی تان چی کنید و اگر تعداد دانش آموزان در کلاس فرد بود و یک نفر تنها می ماند تیم های سه نفره تشکیل بدهید. شروع کنید با بغل دستی تان نقاط قوت و ضعف های خودتان را به اشتراک بگذارید. بعد از این کمی مهلت خواهیم داشت تا نگاهی به کمبود و نقطه ضعف های بقیه دوستان داشته باشیم البته از یک نگاه و دیدگاه جدید بگذارید یک مثال از نوشته خودم بزنم من نوشتم که فکر و خیال بیش از حد اجول بودن حساس و احساساتی بودن حال نوبت همتیمی یا بغل دستی من است تا از یک دیدی جدید به عادات بد و بیهوده من فکر کند برای مثال بیایید به بیش از حد فکر کردن یک نگاهی متفاوت بیندازیم وقتی من زیاد فکر می کنم دچار سردرد می شوم اما ممکن است ایده های خوبی به ذهنم برسد اما درباره اجول بودن چی ممکن است اشتباهی انجام بدهم چون آدم عجولی هستم. اما در عوض در مواقعی که کار مهمی برای انجام دادن دارم می توانم سریع عمل کنم و تنبلی نمی کنم. در باره حساس و احساسی بودن چی؟ من با مشکلاتی کوچک سریعا اذیت یا ناامید می شوم. با چیزای کوچک خیلی سریع قلبم می شکند یا ناراحت می شوم. به هر حال با چیزای کوچک خیلی سریع خوشحال می شوم و می توانم با دیگران همزاد پنداری کنم و به خوبی درکشان کنم. اگر از این زاویه به نقاط ضعف هایتان نگاه کنید، می توانید جای آنها را با نقاط قوت عوض کنید. همچنین لزومی نداره به نقص هایتان با دیدی مثبتی نگاه کنید، فقط آنها را همانطور که هستند ببینید. برای مثال من زیاد می خوابم و غذا زیاد می خورم. اگر اینها نقطه ضعف های من هستند آیا مجبورم که با آنها با دیگری نگاه کنم؟ این که زیاد میخوابم یا پرخوری میکنم به این معنی نیست که به سلامتی هم خیلی ضرر میرسد یا به دیگران آسیب میرسانم پس فکر میکنم مشکلی ندارد اگر این مسئله را همانطور که هست بپذیرم و گاهی اوقات وقتی استرس دارم یا عصبانی هستم حرف های توندی به خودم میزنم من همیشه میخواهم فقط چیزهای خوب بگویم اما از آنجایی که من یک انسان ضعیف هستم گاهی اوقات کلماتی توند به زبانم میآید خوب است که از تنه و حرفای توند پرهیز کنیم. اما از این بابت از خودم متنفر نمی شوم. من فکر می کنم گاه اوقات وقتی عصبانی هستیم و شرایطی سختی داریم می توانیم با اعصابی به هم ریخته خشمگین شویم. من فکر نمی کنم که این لزوما اشتباه باشد. این نشان می دهد که من واقعا خودم هستم. همه اینها من را به تصویر می کشند. به همین ترتیب نقاط ضعفی هم خواهیم داشت. برای شما خوب است که برخی چیزها را از دید جدیدی نگاه کنید یا آنها را همانطور که هستند بپذیرید. نگاه کردن به چیزهای از دید جدید همیشه ضعف را به نقطه قوت تبدیل نمی کند. ممکن است فکر کنید که نقاط قوت همیشه خوب هستند و نقاط ضعف همیشه بد. اما همیشه اینطور نیست. مواقعی بود که من آن را به عنوان یک نقطه قوت تصور می کردم. اما به عنوان نقطه ضعف عمل می کرد. و عنوان مثال یک بار حرفها و کارهایم را با دقت به یک نفر گفته بودم کمکی به او نکرد آن زمان بود که متوجه شدم نقاط قوت من لزوما همیشه خوب نیستند از سوی دیگر همچنین متوجه شدم که آنچه من به عنوان نقطه ضعف تصور می کنم لزوما چیزی بدی نیست فکر می کردم حساس بودن و احساساتی بودن تنها یک نقطه ضعف است اما کمک بزرگی در هنر بود و همچنین این خوبی را داشت که می توانستم با دیگران هم دردی کنم. بنابراین امیدوارم از این فرصت استفاده کنید و به جای اینکه به سادگی فکر کنید که نقاط قوت خوب و نقاط ضعف بد هستند دوباره درباره چیزهایی که فکر می کردید نقاط قوت و ضعف شما هستند فکر کنید. اکنون با هم کلاسی های خودتان صحبت کنید. در کنار نقاط ضعفی که یادداشت کردید بنویسید که همکلاسیتان از چی دیدی درباره ضعف های شما فکر می کند. و اگر نقطه ضعف وجود دارد که لازم نیست در یک دیدگاه جدید به آن فکر کنید، لطفاً به آن نگاه کنید و آن را همانطور که هست بپذیرید. از شما می خواهم آنها را یادداشت کنید و کاغذ را نگه دارید. اگر آنها را یادداشت نکنید به احتمال زیاد بعدا فراموش می کنید. اگر در نوشتن مشکلی دارید خجالت نکشید. از افراد کنارتان کمک بگیرید. ندانستن شرم‌آور نیست. اگر کارتان تمام شده به نوبت آنها را به اشتراک بگذارید نقاط ضعف و قوت خودتان که یادداشت کردید نحوه بازگویی نقاط ضعف شما از یک دیدگاه جدید و اینکه کدام نقاط ضعف را همانطور که هستند پذیرفتید را به اشتراک بگذارید حالا ویدیو را متوقف کرده و فعالیت را شروع کنید بعد از مکسی ویدیو از آنها بخواهید 10 تا 15 دقیقه با همکلاسیشان صحبت کنند سپس به نوبت از آنها بخواهید که تک به تک نوشته های خودشان را بخوانند. آیا برای صحبت با همکلاسی خود و اشتراک گذاری آن با همدیگر وقت گذاشتید؟ وقتی هم کلاسی شما را از دیدگاه جدیدی دید؟ یا وقتی آنها را همانطور که هستند پذیرفت چه احساسی داشتید؟ میخواستم به شما بگویم که قسمت‌های از خویتان که آن را به عنوان نقطه ضعف میدانید لزوماً بد نیستند. همه نقاط ضعفی دارند هیچ کس در این دنیا بدون نقص و کامل نیست جایی که نقاط قوت وجود دارد نقاط ضعف نیز وجود دارد و برعکس جایی که نقطه ضعف وجود دارد نقاط قوت نیز هست حتی آن دسته از افرادی که به نظر می رسند دارای نقاط قوتی به شماری هستند هم نقاط ضعفی در آنها پنهان است پس چرا ما نمی توانیم کامل باشیم زیرا ما انسان ها همه موجودات ناقصی هستیم خداوند ما را انسان های کاملی نیافرید چقدر عالی می شد اگر او ما را انسان های کاملی می ساخت با این حال اینطور نمی تواند باشد اگر آن قدر کامل بودیم که چیزی کم نمی داشتیم و دنبال خدا نمی رفتیم. از آنجایی که هر یک از ما کمبودهایی داریم و کامل نیستیم به خدایی که کامل هست نیاز داریم خدا تنها کسی است که کامل است آیا هیچ یک از شما به دلیل تنفر شدید از نقاط ضعف خود تلاش کردید که از شر آنها خلاص شوید یا اینکه داشتن آنها را انکار کنید اگر بلی چرا از امروز از چشمانداز جدیدی نگاه نمی کنید نحوه نگاه همکلاسی شما به ضعف شما می تواند دیدگاه جدیدی باشه همانطور که امروز همکلاسی شما با دید جدیدی به شما نگاه می کند امیدوارم در آینده هم با دید جدیدی به خودتان نگاه کنید امیدوارم از خودتان بدتان نیاید یا متنفر نشوید و این خاطر که فکر می کنید نقاط ضعفتان بد هستند حتی نقاط ضعفی که در شما وجود دارد جنبه های ارزشمند شما هستند. کاغذ تا شده در سمت چپ، کاغذ های بریده شده در سمت راست، نقاط قوت و ضعف با شماره های یک، دو، سه مشخص شدند. اکنون به فعالیت امروز می شما آزادانه نقاط قوت و ضعفی را که روی کاغذ نوشته اید بیان خواهید کرد. مثلا من سه نقطه قوت و سه نقطه ضعفی که داشتم به شما گفتم. برای بیان این موارد کاغذ را مانند تصویر سمت چپ به شش قسمت تقسیم می کنم. و وقتی خطوط تا شده را با قیچی برش دهید شش تکه کاغذ مانند تصویر سمت راست خواهید داشت. سپس هر یک از نقاط قوت و ضعف را در هر تکه کاغذ بیان خواهید کرد. متوجه شدید؟ چه تعداد از نقاط قوت و ضعف را می خواهید بیان کنید؟ اگر می خواهید کمتر بیان کنید، می توانید کاغذ را به چهار قسمت تقسیم کنید. آن را برش دهید سپس دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف را بیان کنید و اگر می خواهید بیشتر بیان کنید کاغذ را تا کنید تا به هشت قسمت تقسیم شود آن را برش دهید و چهار نقطه قوت و چهار نقطه ضعف را بیان کنید باز هم مطالب و روش بیان به عهده شماست همانطور که دفعه قبل آزادانه خاطرات و احساسات گذشته را بیان کردید، آزادانه به این فکر کنید که چگونه می توانید نقاط قوت و ضعف خود را این بار بیان کنید. می توانید آن را در یک الگوی انتظایی بیان کنید. آن را فقط با رنگ ها بیان کنید. یا چیزی را که به ذهنتان می آید بکشید. برای نقاط ضعف می توانید آنچه را که در ابتدا یادداشت کرده اید یا آنچه را که همکلاسیتان از منظر دیگری دیده است بیان کنید. عمیقا در مورد خود فکر کنید و خطوط، رنگ ها، الگوها و حالاتی که به افکار شما مربوط است را آزادانه بیان کنید. هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. بنابراین آزادانه آنچه را که به ذهن و افکارتان می رسد بیان کنید. حالا ویدیو را مکس کنید و از فعالیت لذت ببرید. اگر کارتان تمام شده است بیایید در مورد آنچه امروز احساس کردید صحبت کنیم. در مورد این که وقتی همکلاسیتان نقاط ضعفتان را به عنوان نقاط قوت گفت چه احساسی داشتید؟ اینکه آیا تغییری در نگاه شما به نقاط ضعفتان ایجاد شده است یا خیر؟ آیا در حین انجام این فعالیت با خود فعلی خود مواجه شدید؟ و چه احساسات و افکاری در هنگام انجام این فعالیت داشتید؟ صحبت کنید. فعالیت ویدیو را برای لحظه مکس کنید و در مورد آن صحبت کنید. در آخر من قصد دارم به طور خلاصه توضیح دهم که برای فعالیت هفته آینده چه کاری باید انجام دهید. هفته آینده زمانی خواهید داشت که از آنچه امروز کشیده اید، یک پرتره از خود بکشید. حالا معلم از شما عکسی برای پرتره های خود می گیرد. صورت شما فقط به صورت سیلویت بیان می شود و نه آنچه در تصویر می بینید. بنابراین نیازی نیست تحت فشار قرار بگیرید. صورت خود را در زاویه‌ای که می قرار دهید. و مطمئن باشید که تصویر فقط کمی از شانه های شما را همانطور که در این تصویر میبینید نشان میدهد. لطفا منتظر کلاس بعدی باشید. کلاس امروز را اینجا تمام میکنم. امروز شما را به خاطر علاقه و مشارکتتان متشکرم.